به نام خدا سلام میکنم به شما شاگردای عزیز و گرامی من استاد ریاضی شما شاگردای عزیز خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب عادی. خب شاگردای عزیز و گرامی میفهمید که ما استاد ریاضی هستم درست است ما و شما قرار است که چی بخوانیم ریاضی رو با ما و شما با همدیگه بخوانیم خب امروز جلسه دوم ماست در جلسه قبل ما و شما چی گفتیم ما یک سری گفتیم و گفتیم کارخانگی رو باید با ما روان کنید درست است میتونید با نمبر دو صفر نخصد و شست و چهار هفتصد و هشتاد، دوصد پنجاه و پنج، چهل سیزده، بماچه در واتساپ به ما روان کنه درست است ده گفتیم در فیسبوک و توییتر و گپام میتونید به ما روان کنید ولی ده واتساپ این نمبر که به شما گفتم با ما در ارتباط شوید اگر کدام نظر پیشنهاد انتقاد هم دارید میتونید با این نمبر که گفتم دو سفر و 780 255 4013 درست است با ما در ارتباط شوید فصل اول ما چی است ست جلسه دوم است درست است فصل اول ست جلسه دوم ما و شما میخوانیم خب ما و شما در این جلسه قرار است چه عناوین رو با هم دیگه بخوانیم درست است فصل اول ست جلسه دوم در این جلسه و در ای درس امروز ما و شما اهداف جلسه دوم ما چی است یک ست های مسایی و ست های معادله ها میخوانیم دو ست های فرعی یا ست فرعی رو میخوانیم چی است و سه تقاطع سه تا دو تا سه تا با هم دیگه تقاطع میگیم یعنی چی میشه درست است خب ما اول چی میکنم یک یادآوری از جلسه قبل بکنم و بعد از او میریم سر تخته باز میخوانیم خب یاد جلسه قبل چی بود گفتیم که سه تعریف کردیم دیگه نه سه گفتیم که چند نکته درش گفته بودیم یاد تا گفتیم که باید عناصر سه داخل قوس کلان بانیم برای نامگذاری سه تا از حروف کلان انگلیسی استفاده کنیم بین سه تا با و یا کاما هم جدا کنیم درست است عناصر سه نه دیگه گفتیم تکرار و ترتیب در ست تا مهم نیست یک نکته بسیار مهم تکرار و ترتیب در ست تا مهم نیست فرق نمیکنه که در یک سه اول عدد دو بیاید یا پنج بیاید یا پنج سه بار تکرار شده باشه هیچ فرقی نمیکنه ما با توجه به این نکته باز درس امروز این نکته رو کار داریم ما فکرت باشه من به با اون خاطر یادآوری کردم دیگه نه و دیگه چی گفتیم نکته آخرم گفته بودن که برای شامل شدن یک عنصر از یک سمبول یا تا نصر. سر تخته باز بر نکشیم شامل شدن و شامل نشدن درست است خب پس بریم سر تخته ست های مساوی و ست های معادل ما شما بخونیم چی است درست است شاگردای عزیز و ست مساوی و ست معادل پس ست مساوی به من میگم ستای مساوی خب ستای مساوی هم تو که مفاهمین مساوی یعنی چی؟ یعنی تمام عناصرش با هم چی باشد؟ مساوی باشد فقط اون نکته که در جلسه قبل گفتیم یادت باشد کدام نکته؟ گفتیم که در ها تکرار و ترتیب مهم؟ نیست آفرین پس دو سه تمام میگیم مساوی اگر تمام عناصرشون با هم دیگه چی باشد مساوی باشد من مثال برات میزنم تا متوجه باشی مثلا ست ای ما اگر باشد ست دو چهار و شش سه بی من به این شکل باشد شش و چهار و دو و چهار و شش آیا هر ست با هم مساوی است بگین دقت کنید ای ست ای ما چند تا دارد سه تا دو چهار شش ست بی چند تا دارد آفرین ای هم سه تا دارد دو چهار و شش ای چهار و شش تکراری است گفته بودیم که در سه تا تکرار مهم نیست یعنی ما میتونیم باید چی کنیم باید این 4 و 6 تکراری رو خلاص کنیم خط بزنیم نوشته نکنیم یک از تکراری یک تاش فقط نوشته میکنیم درست است پس ست ای و بی با هم چی است دقیقاً مساوی است و فرق نمیکنه که در اینجا دو اول آمده در اینجا دو آخر آمده هیچ فرق نمیکنه گفتیم که تکرار و ترتیب در ست ها مهم نیست آفرین به شما پس نوشته میکنیم که ست ای مساوی است با ست بی پس های مساوی یعنی که چی؟ ستایی که تمام عناصرشان با همدیگه چه باشد؟ مساوی باشد فقط دو نکته یادت باشد که تکرار و ترتیب در ستا هیچ اثری ندارد یا مهم نیست درست است؟ اما ستای معادل چی است؟ ستای معادل باز من یک مثال برات میزنم تا ستای معادله بفهمی که چی است؟ خب مثلا ست سی اگر باشد شکرده عزیز باشد مثلا A B و C چند تا انصار دارد ست سی ما؟ سه تا ای بی و سی خب آیا ست سی با ست ا مساوی سه؟ میگیم نه خیر چرا چون انصارش مساوی نیست انصار از عدد است دو چار شش انصار از چی؟ ا بی سی ها اونا چی هست؟ حروف انگلیسی است دیگه نه؟ پس اینا مساوی نیست پس می میکنیم ست ا مساوی نیست با ست سی پس علامه مفاهیم رو نوشته یک تا خط روش میمونیم مساوی نیست درست است یا مخالف هست میگه به شکل میگیم. مساوی با ست سی نیست خب اما ست های معادله به شکل تعریف میکنیم میگیم اگر دو تا ست تعداد عناصرشان با هم مساوی باشد خود از نه تعدادش ها فهمید تعدادش یعنی چی یعنی چند تا عنصر دارد ست سی و چند تا عنصر دارد یک دو سه ست ای ما چند دارد یک دو پس ست اوسی با هم چی هستن ست های معادل هستند پس ست های معادل هم بگیم ست هایی که تعداد عناصر ها با هم دیگه چی است مساوی است پس میشه ست های معادل درست است پس نوشتن میکنیم که ا و سی با هم مساوی نیست اما معادل هستند ا و سی ست های معادل هستند صحیح شد پس ست های معادل یعنی ست هایی که تعداد عناصر آنها با هم چی است با هم برابر است اگر همه عناصر خود عناصر هم برابر باشد میشه ست های مساوی اگر فقط تعدادش با هم برابر باشد میشه چی ست های معادل حال یک سوال شاگرد عزیز ست سی با ست بی هم معادل است یعنی بله معادل است چرا چند آنصر دارد یه هم سه تا در گفتمون تکرارش خط میزنیم نوشته نمیکنیم دیگه نه پس یه هم سه تا انصر دارد یه هم سه تا انصر دارد پس چی میشه بی با سی هم چی هستن معادل هستن فهمیدی پس سی هم با ای معادل است هم با بی ولی خود ای و بی با هم چی هستن مساوی هستن چرا چون عناصرشان هم با هم برابر است تعدادش که برابر است چی اما خود عناصر با هم چی است مساوی است با هم برابر است پس چی میشه ست E و B با هم ا برابر است اما E و C برابر نیست ست مساوی نیست اما چی معادل هستند پس ست های معادل رو فهمیدیم فرق مساوی و معادل رو فهمیدید چی است دیگه نه ست مساوی میگیم که چی است تمام عناصر باید با هم چی باشد برابر باشد اما ست های معادل میگیم ست که فقط تعداد عناصرشون با هم برابر باشد چی میشه معادل میشه خب ما یک تا ست دیگه مثال میزنم شاگردای عزیز باید ببینیم که ست چه رقم میشه رابطه اینا معادل است یعنی مثلا ست دی ما اگر باشد باشد دو سه پنج و یک ست دی ما چی شد دو سه پنج و یک چند تا انصر دارد یک دو سه چهار آیا سوال ست سی با ست دی معادل است میگیم نه خیر چرا معادل نیست چون ست دی ما چهار عنصر دارد اما ست سی سه عنصر دارد پس ست دی و سی با هم دیگه معادل نیستن مساوی چی مساوی هم نیست وقتی معادل نباشه مساوی 100 درصد نیست خب میفهمیم دیگه نه پس فکرت باشه یک مثال برات که ست سی و دی با هم دیگه معادل نیستن پس ست های مساوی و معادله فامیدیم چی است درست است عنوان بعدی ما ست های فرعی یا ست فرعی است دیگه نه عنوان دوم ما پس ست های مسیر و معادله خوب فهمیدیم بسیار آسان بود اما ست فرعی چی است ست فرعی یک مثال برات میزنم با سر تخته میرم برات تشریح میکنیم چی است با عنوان مثال در مکتب که شما بودین در مکتب که درس میخوانیم درست است در مکتب که درس میخوانیم شما صنف چندم صنف هفتم هستین دیگه شما شما یک ست هستین ست شاگردای صنف هفتم اگر ما بیایم چی کنیم مکتب شما رو در نظر بگیریم به عنوان یک ست شما آیا شاگردای مکتب هم هستین بله آفرین شما شاگرد مکتب هم هستین پس سنف هفتم شما رو اگر من ست ا نامشه بگیرم درست شد ست ا و مکتب نامشه ست بی بگیرم تمام عناصر ست ا که شما شاگردای عزیز در سنف هفت هستین در... دا... یا بگیم شامل ست بی که مکتب شما هم هست میشین یا نمیشین بله خب شما شاگرد مکتب هم هستین دیگه نه خیلی چی میگیم؟ بگیم تمام عناصر ست ا داخل ست بی هم هست پس نتیجه هم بگیم که ست ا ست فرعی ست بی میباشد درست است؟ پس ما این رو میکنیم در سر تخته برای تشریف میکنیم که بفهمید چی هست بگیم فرض میکنیم که ما ا و بی دو تا ست هستن دو تا ست داریم اگر تمام عناصر ست ای داخل ست بی هم باشد میگیم که ست ای ست فرعی ست بی می باشد درست است؟ به عنوان مثال ست ای باشد دو چار و شش سهیست؟ ست بی ما چی باشد؟ ست بی ما باشد یک دو سه چار پنج شش هفت بیشک ست بی ما یک دو سه چار پنج شش هفت ست ام دو چار شش خب آیا تمام عناصر ست داخل ست بی هست؟ یعنی دو ببینیم در اینجا هست چهار هم ببینیم در اینجا هست شش هم ببینیم که در اینجا هست پس تمام عناصر ست داخل ست بی وجود دارد پس چی نوشتن میکنیم؟ بگیم که ست ا ست فرعی بی می باشد خب حالا این را چی رقم با؟ با یک سمبول باید نشان بتیم سمبول به این شکل نشان بتیم برایتان نگاه کنید ست, ست ای ست فرعی بی می باشد پس ای نیست سمبول چی بشه؟ ست فرعی پس E ست فرعی بی می باشد یعنی چی؟ تمام عناصر ا داخل ست بی وجود دارد درست شد؟ پس ست فرعی رو حالا یک سوال بسیار مهم شاگردای عزیز آیا ست بی هم ست فرعی هست یا یعنی؟, یعنی چی یعنی تمام عناصر بی داخل ست ای وجود دارد میگیم نه خیر وجود ندارد یعنی دو چهار ششش هست اما یک, یک داخل بی است که داخل ای نیست سه داخل بی هست که داخل ای نیست هم یک تا که پیدا کردی پس میگیم که ست بی ست فرعی ای نمی باشد پس چرا خم نوشته میکنیم؟ به این شکل میکنیم اما بی ست فرعی ا یک خط میمانیم میشه چه نیست پس فکرت باشه پس اگر ا ست فرعی بی بود بی ست فرعی ا ممکنه باشه ممکنه نباشد اما یک نکته یک نکته شاگرد عزیز اگر دو تا سه داشته باشیم به با عنوان مثال ا ست فرعی بی هم باشد بی هم ست فرعی ا باشد چه نتیجه میگیریم بگین باید آفرین 100 درصد ا و بی باید با هم چی باشد مساوی باشد دیگه سایست؟ پس نکته بسیار مهم اگر ای ست فرعی بی باشد و بی هم ست فرعی کنیم. بی هم ست فرعی ای باشد نتیجه است نتیجه میگیریم که ار دو ست باید با هم چی باشد؟ مساوی باشد یعنی ست ای مساوی با ست بی باید باشد فهمیدی؟ پس یک نکته بسیار مهم این خیلی از کتاب ها بهش یک ستای مسایی به یک تریف میکنن. میگیم که اگر A و B مسایی باشد A ست فرعی بی است و بی هم ست فرعی ای می باشد پس این نکته بسیار مهم یک نکته نکته یک نامش نوشته کنم این نکته یک, یک گفتیم درست است نکته یک ما چی است پس اگر A ست فرعی بی باشد بی هم ست فرعی ای باشد هر دو ست باید با هم چی باشد مسایی باشد اما نکته دو یک نکته دیگه من میکنم نکته دو به چه شکل است نکته دو به این شکل است دقت کن شاگرد عزیز ست خالی رو دست نه در جلسه قبل گفته بودیم ست خالی ستی است که هیچ عنصری نداشته باشد این قرارداد ما میگیم که ست خالی ست فرعی همه ست ها می باشد پس اینو میکنیم ست خالی را تنست با چی نشان میدادیم به شکل نشان میدادیم دیگه نه به شکل یا گفتیم که به شکل میشه نشان داد دو تا قوس کلان که خالی توش چی نشون نمیکنه ما حالا با این نشان میدیم فرقی نمیکنه پس ست خالی ست فرعی همه ست ها است حالا ای ممکنه ای ست, ست خالی ست فرعی ای است این ای باشد فرق نمیکنه ست خالی ست فرعی بی هست بله ست خالی ست فرعی سی است بله پس ست خالی یک, نکته است وام میدی ست خالی ست فرعی همه ست ها می باشد دو تا نکته داریم درست شد خب یک نکته سوم هم داریم اینو باز شما بگین آیا هر ست ست فرعی خودش است یا یعنی بله دیگه چون تمام عناصر خودش داخل خودش هست درست است پس نکته سه ما, چی میشه سته... هر ستی ست فرعی خودش می باشد پس من اینو نوشته می کنم پس نکته سوم ما چی میشه میگیم که هر ست هر فرق ای باشد بی باشد فرق نمیکنه ا ای ست فرعی خودش می باشد پس اینم نکته سوم درست شد پس نقطه سوم چی است هر ست ست فرعی خودش میباشد درست شد پس شاگرد عزیز و گرامی ست فرعی رو فهمیدیم چی است بهش گفتیم که اگر دو تا ست داشته باشیم ا و بی تمام عناصر ست ا داخل ست بی هم وجود داشته باشند بگیم که ست ا ست فرعی بی میباشد اما اگر یک تا عدد پیدا شود که داخل مثلا داخل ای باشد اما داخل بی نباشد وقت ست فرعی نمیشه درست است به عنوان مثال ست بی ست فرعی ای نیست درست است با سه نکته گفتیم نکته یک چی گفتیم اگر ا ست فرعی بی باشد بی هم ست فرعی ا باشد پس هر دو ست باید با هم مساوی باشد دیگه رای نداره دیگه نه باید ست فیصد با هم چی باشد مساوی باشد نکته دوم چی گفتیم گفتیم که ست خالی ست خالی رو خب میفهمیم چه ست که آنسوری ندارد ست فرعی همه ست ها هست پس ست خالی ست فرعی ای می باشد. حالا ای هر چی باشه فرقی نمی کنه. و نکته آخر چی بود گفتیم که هر ست ست فرعی خودش می باشد هر ست عناصری که داخل خودش هست خب باز توی خودش هست دیگه می دیگه پس هر ست ست فرعی خودش می درست شد خب شاگرده عزیز پس هم از ست فرعی <applause> بحث آخر ما چی است تقاطع ست ها که دو تا سه تقاطعش چی است که تعریف میکنیم باز ما یک مثال برات میزنم و باز سر تخته برات کامل تشریح میکنم تقاطع سه ها به شکل است باز فرض میکنیم که چی به عنوان مثال در مکتب شما یک تا چی داریم یک تا گروه برای فوتبال جور کردیم نه فرق نمی برای هر ورزشی باشه فرق نمی مسابقات بین مکتب است یک گروه برای فوتبال جور کردیم یک گروه هم برای والیبال جور کردیم تیم فوتبال و تیم والیبال درست است خب یک نفر میتونه هم در فوتبال اشتراک کنه هم در والیبال شرکت کنه فرق نمی دیگه در دوش استعداد داره میتونه در دو شرکت کنه خب پس این نفری که در هر دو ست عضو هستم میگیم چی ستی که در عنصری که در تقاطع ست ها وجود دارد تقاطع تا یعنی عناصری که بین هر دو ست چی است مشترک است فهمیدی خیلی ما میرم سر تخته باز برید تشریح میکنم مثال میزنم با اعداد که کامل بفهمی چی است پس شاگرد عزیز بریم سر تخته و من برید مثال آخره بزنم پس تقاطع ستا خب شاگرد عزیز بگیم اگر ا و بی دو تا ست باشن درست است پس ای و بی دو تا سه من مثال برات میزنم به عنوان مثال ای ما باشد ای ما باشد اعداد مثلا دو چار شش هشت و نو سیست؟ دو چار شش هشت نو و ست بی من باشد یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو و ده سه از یک تا ده ست بیمه باشه خب حالی چه عناصر بین از هر ست مشترک است بگین کدام است دو است چهار است شش هشت نو درست است بینشون مشترک است کلش هست دیگه نه بون ما یک تا دیگه را اضافه کنم که فرق کنه کمی نو و با باشد مثلا باشد 13 و 15 صحیح پس ست ای هست دو چار شش هشت نو سیزده پانزه و ست بی مچی است یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده صحیح خب کدام عناصر بین, بی بین, بین ای و بی مشترک است بین هر دوش است پس دو است چار است شش است هشت است نو است درست سیزده و پانزه خونه نیست دیگه این نیست نه پس می نوشتن میکنیم که عناصر که بین ای و بی مشترک است با اون میگیم چی تقاطع ست ها با کدام ها این دقت کن پس ای تقاطع بی درسته است پس اینی سمبول چی است سمبول تقاطع دو تا ست است صحیح شد فهمیدید دیگه پس ای تقاطع بی چی میشه گفتیم میشه یک ستی که عناصر مشترک هم بین ای باشد هم بین بی باشد خب کدام است دو صحیح یک نیست یک دای است اما دای نیست فکر باشه باید, باید در دوش موجود باشد دو چهار صحیح شش هشت نو هم نیست نو ده این نیست نه بله نو هست اینجا میبینیم پس میشه دو چهار شش هشت نو دو چهار شش هشت و نو درست است پس چی است عناصر که بین هر مشترک است بین از نگاه کن دو ده, ده, است. ده است ده هم است چهار ده هم است ده هم است شش ده است دست بی است هشت هم به شکل نو هم شکل خب هفت چی هفت نیست چون در ست بی هست اما در ست ای وجود ندارد درست پس تقاطع دو تا ست هم میگیم که یک تا ست جدید که ما اگر بیایم تمام عناصری که بین ای و بی چی هست مشترک باشد هم داخل ای باشد هم داخل بی باشد او را در یک جدید مندازیم و او را میگیم چی؟ تقاطع دو تا ست ای و بی بایی سمبول هم نشان میده این سمبول چی سمبول دو تا ست فکرت باشه شاگرد عزیز به شک نه نوشته نکنی این چی است ای اتحاد است که باز در درس بعد میخوانیم اتحاد دو تا ست پس فکرت باشه دقیقاً اینی سیس این ای چی هست؟ پس ای غلط این میشه تقاطع دو تا ست فهمیدی؟ خب شاگرد عزیز و گرامی پس تقاطع ست دو تا ست هم خب فهمیدیم گفتیم که یک ست جدید که تمام عناصر مشترک ای و بی داخل ازو میندازیم پس چی میشه تقاطع دو تا ست درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پس ما سه عنوان خواندیم ستهای مسایی و ستهای معادله خواندیم ست های فریرم گفتیم چی هست؟ تقاطع دو تا ستها هم گفتیم که چه رقم میشه درست است خب میرسیم به بحث بسیار خوب کارخانگی درست است شاگرد عزیز کارخانگی را باید چه کنیم تمرین های صفحات ده دوازده و 14 کتاب باید شما حل کنید و به ما روان کنید از چه طریق میتونید روان کنید با نمبر 20964 780 255 40 13 درست است در واتس میتونید به ما با این نمبر در تماس شوید در ارتباط شوید و ما روان کنید درست است اگر کدام پیشنهاد انتقاد و کدام گپی هم دارید میتونید از طریق این نمبر که برد گفتم و زیر نویس میشه به ما روان کنید درست است خب شاگردان عزیز و گرامی پایان جلسه دوم موفق باشید پیروز باشید و من شما را به خدای مهربان می سپارم